این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از عظمای لگد خورده ای که مدام برای نمایش انتخاباتش موسموس میکنه. راه اصلاح کشور انتخابات. اون کسانی که دنبال این هستن که مشکلات رو برطرف کنن، ترمیم کنن، بایستی به انتخابات رو کنن. راه درست انتخاب. اصلاحی که این عظما ازش دم میزنه یه چیزی تو این مایه هاست. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام علیکم و علیکم السلام. از اون طرف امام جمعه های خامنه ای هم به دست و پا افتادن و اینطوری به مریضی عظما و نظامش اعتراف میکنن. بعضی ها با خود ما هم میان میگن آقا چه انتخاباتی، چرا ما در انتخابات شرکت کنیم، این همه مشکلات داریم. ای مشکلات دارید، معناش اینه که اگر مریضیم یه کاری بکنیم که بمیریم. این حجت الاسلام گیج و دوله هم کارش به التماس کشته و اینطوری عجز و لابه میکنه. من خواهش میکنم برادرای من، خواهرای من، با صندوقای رأی قهر نکنید، با امام زمان قهر نکنید، با شهدا قهر نکنید، با رهبری قهر نکنید، از عذاب خدا، از وعده خدا. از اون طرفم سگ و سیله های عظما جمع شدن تا با این جنگولک بازی ها رأی جمع کنن. امروز گفتید که افرادی که بی حجاب هستن بیان رأی بدن. به کی رأی بدن افراد بی حجاب؟ قطعا کسی نیست که با بی حجابی، یعنی منظور از نماینده ها خوب نیست که با بی حجابی موافق باشه. خوب یه نماینده، هم نماینده بی حجاب و بد حجاب باید باشه، هم نماینده کسایی که با حجاب. خب تو این افرادی شورای نگهبان تایید میکنه نماینده ای وجود داره که موافق بی حجابی باشه؟ نه. این وسط کاندیدای مادام العمر ریاست جمهوری تو نظام، یعنی سبزعلی رضایی رو کم داشتن که اونم خودشو رسوند. ما از همه بخوایم، به هر کی میخواد رأی بدید رأی بدید، ولی واقعا بیاید توی صحنه، مردم عزیزمون بیاید توی صحنه و حضور پیدا کنید، رأی بدید. اون گاوایی که اینطوری میرن بالا به این راحتی ها پایین بیا نیستن. حالا دیگه کار به جایی رسیده که پسر جنتی لعنتی هم صداش در اومده و اینطوری زیرا به نظام آخوندی رو میزنه. ما یک حکمرانی مطلوبی نداشتیم دیگه، یعنی اصلا قاعده یک حکمرانی رو ما بلد نیستیم. حالا یکی از دلایلشون چی که خیلی مشهود هست اینه که ما اصولاً روحانیت آمد همه کارهای کشور رو شروع کرد به دست گرفتن. عظما دنبال بازارگرمی برای نمایش انتخاباتشه، بعد آخوندهای ریزشی اینطوری بهش لگد میزنن. جمع کنید بابا دکونتون رو، این طرز مملکت داریتونه. هکرها پرونده مجلس رو میکنن، بعد معلوم میشه مجلس شفاف چه غلطی داشته میکرده. دولتش هم همینه، اونم فقط هکرها نزدن اطلاعاتش. این طرز مملکت داریتونه. بعد هم میگه آقا عالی، رئیس دولت یه جور صحبت داره، رئیس دولت تورم نمیبینی، این گرونی رو نمیبینی، کوری یه جوری سو آقا پیشرفت کردیم و یه ما دارن حسود چی تو نسودی کنه. این مملکت داریتونه، این کشور داریتونه، چی دارید بتون نسودی کنیم آخه؟ یه نگاه به خودتون بکنیم، حالا طبیله رو اینجوری اداره نمی کنن، شما مملکت رو دارید اینجوری اداره نمی کنن. حالا دیگه طوری شده که وعده های عظما حال کارشناسای حکومتی توی تیویریش رو هم به هم میزنه. ما تا کی بگیم که داریم به قله میرسیم؟ آدم بگه حالش به هم میخوره دیگه. هر مدیری الان نگاه میکنه هر روز یکیشون به یه قله، ما دیگه مثلا داریم به قله رسیدیم. اگه فقط مردم یکم تحمل بکنن. آخه وا یعنی چی قله؟ یعنی چی اصلا میفهمین چی داری میگی؟ قله قله اصلا یعنی چی؟ تو چنین وضعیتی کرسی ولایت یه چیزی تو این مایه ها شده. بعد از گذشت 3 سال از وعده ساخت 1,000,000 مسکن، آخوند رئیسی تازه یادش افتاده از این خالیا ببنده. تا امروز که در خدمتتون هستیم بیش از 110,000 از این مسکن تحویل مردم شد.
بیش از 110,000 عدد 24 اون نیست، بقیه‌اش هم دیگه تا چند وقت دیگه تا اون برای سال 3-4 ماه اون برای سال ان شاء الله هدف گذاری کردیم، با سرعت کار داره ادامه پیدا میکنه که ان شاء الله بتونیم این تعهدی که ولو دولت‌های پیشین داشتن ما به مردم ان شاء الله بتونیم تعهد رو وفا کنیم. به این میگن بوکسوات ولایت مدارانه. این لاریجانی جانی هم اومده نمایش روحوزی اجرا کنه، اما با چنین صحنه ای مواجه میشه. ما فقط موقعی رایگیری و موقعی روپیمایی و موقعی جنگ و موقعی خمس کردن فتنه ها برای مسئولین حساب میشیم یاره ما. تو رئیس قوه قضاییه بودی، من علی روستایی رو نوارد. نامه دادم به تو یا برای سالی مازندگی میشه هیچ وقت جواب ندادی. ای مردم هیچ وقت مسئولین نمیتونن فقط موقع انتخابات مردم حساب میشن. چرا مردم یک رئیس دفتر دمدار شما نمیتونن ببینن؟ این قوه قضاییه یا هر مسئله دیگه باشه؟ چرا مردم این روزا بازار دلقک های عمامه دارم گرمه و در مسخره بازی با هم کورس گذاشتن. مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مشتو بزن اسماعیل. اسماعیل کیه؟ اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس. مشتو بزن. خیلی خوب. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، سرتو بکن تو ریکا، تمیز میشی ایشالله. حالا شما بچه هایی رو تصور کنید که دارن حرفای این دوتا مشنگ رو گوش میکنن، احتمالاً واکنششون یه چنین چیزیه. پاسدار زرقابی رفت باغ وحش که ژست حفاظت از محیط زیست بگیره، اما آقا شیره اینطوری از خجالتش در اومد. نه دیگه، این داره تشکر میکنه دیگه، این الان تشکرش. حکایت زرقامی حکایت جست این باباست. با حیوانات مهربان. وسط این نمایش های مضحک آخوندی داستان یخچال و تیبریش رو از زبون این جوان هموطن بشنوید. الان نبرد واقعی ها بین تلویزیون و یخچال. تلویزیون به عنوان نماینده دولت هر روز در پیشرفت و رفاه مردم میشه، اما یخچال به عنوان نماینده مردم یه حقیقت تلخ باز میکنه که فقر و نداری مردم نشان میده. الان خودم قضاوت بکن، یخچال باز میشه یا تلویزیون؟ این هم یه چشمه دیگه از طنز کاربران فضای مجازی درباره گرونی اقلام خوراکی در ایران آخوندزاده. با سلام حسن هستم. دو سال پاکی از مصرف گوشت، یک سال و نیم پاکی از مصرف گوشت مرغ، شیش ماه پاکی از مصرف میوه. با امید خدا اگر مسئولین دست تو دست هم بذارن حبوبات هم میذارن.